سلام و شبتان بخیر. به خبر دست سلو و طلو نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبر: ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان. همزمان با ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، در ولایت هرات حالت فوق العاده اعلام شد. از دست دادن، روبوسی و بغل کشی خودداری کنند. تأکید بر حل تنش‌های سیاسی در افغانستان. با افزایش تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی، عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند. روسیه صلح متضرر نشود از این حالت بحرانی. بنان تلاش وجود داره، کوشش وجود داره و دسته‌های خلیزاد در این جهت تلاشش کوششی در این جهت است. خواست رحمت الله نبیل برای تشکیل حکومت مصالحه ملی. رحمت الله نبیل میگوید که برای بیرون رفت از بحران کنونی در کشور نیاز است تا حکومت مصالحه ملی تشکیل شود. و نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ به هند. مشروع خبر. همزمان با ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، در ولایت هرات حالت فوق‌العاده اعلام شد. وزیر صحت عامه میگوید که بر بنیاد بررسی‌های نهاد، از میان 3 رویداد مشکوک در ولایت هرات 1 رویداد مثبت بوده است. در این گزارش به نشانه‌های مبتلا به ویروس کرونا و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته شده است. یک روز پس از ثبت 3 رویداد مشکوک ویروس کرونا در ولایت هرات، اکنون وزارت صحت عامه تایید می کند که بر بنیاد بررسی های آنان، از میان این 3 تن که از شهر قم برگشته بودند، یکیشان به ویروس کرونا گرفتار بود و اکنون زیر درمان است. وزیر صحت عامه برای جلوگیری از شیوع این ویروس می گوید که در ولایت هرات حالت فوق العاده اعلام شده است و شهروندان باید از رفت و برگشت های غیر ضروری جلوگیری نمایند. کسی بوده که در قم رفته، چند روز در قم بوده و وقتی که دوباره آمده اعراض علائم پیدا کرده، تب پیدا کرده، جاندردی پیدا کرده، نفس تنگی پیدا کرده و مراجعه کرده به دکتر. وقتی که دکتر دیدیش، رجعت دادیش به شفاخانه و در شفاخانه وقتی که متوجه شدن که اعراض و علائم مشابه به مرض کرونا داشته، در قرنطین گوشه نگاه کردن، سمپل از پیش گرفتن، روان شده که سمپلش مثبت بوده. سردردی، نفس تنگی، تب، عطسه و سرفه از نشانه های ویروس کرونا هستند. این بیماری غالبا از تب شروع و سپس سرفه های خشک پدید می آیند و پس از مدتی بیمار احساس نفس تنگی می کند و همین ها نشانه های بیماری کووید 19 هستند. اما راه های جلوگیری از گرفتار شدن به این ویروس چیست؟ 20 الی 30 مرتبه دست خود بشویند، انتانه وقایه می کنند. در صورتی که سرفه دارن یا ریزش دارن یا عطسه میزنن، میشه همراه دسمال خود ایرا جلوگیری کنه و حتی اگر دسمال نداره میتونه از آرنج استفاده کنه. این خود از این سعی میشه که وایرس انتشار و نکنه. گپ سیوم مایی است که از دست دادن، روبوسی و بغل کشی خودداری کنه. بر بنیاد بررسی های وزارت صحت عامه، 80% از کسانی که به ویروس کرونا گرفتار می شوند علائم در آنها دیده نمی شود و احتمال مرگ آنان اندکی بیش از 2% است. خیلی لازم است که دشوار ماسک از ماسک استفاده کنیم. تنها خودم نه که با کل شهروندان توصیه اینمی است که از ماسک استفاده کنند. به خاطر حفظ جان مردم یعنی اقدامات لازم را انجام بده و از هموطنان عزیزم خواهش من است که چیزی که وزارت صحه دولت چیزی که میگن اونا رو عمل کنه. همزمان با این نگرانی ها، سفارت ایران تمامی خدمات کنسولی خود برای شهروندان افغانستان را متوقف کرد. نسل تازه از ویروس کرونا در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده است که تاکنون جان بیش از 2000 تن را گرفته است. اما این ویروس پس از آن که چندین شهروند ایران در قم جان باختند، به افغانستان راه پیدا کرده است و افغانستان از بهر جلوگیری از شیوع این بیماری، تمامی رفت و برگشت های زمینی و هوایی را به ایران متوقف ساخته است.
در همین حال گسترش ویروس کرونا در برخی از شهرهای ایران باشندگان ولایت هرات را نگران ساخته است. آنان میگویند که روزانه صدها تن از شهروندان کشور از مرز مشترک ایران و افغانستان به گونه قاچاق رفت و آمد میکنند و احتمال انتقال ویروس کرونا از ایران به این ولایت مرزی بسیار بلند است. در همین حال مقام‌های محلی هرات میگویند که در مرز اسلام قلعه و میدان هوایی این ولایت تدابیر جدی گرفته شده است. نصیر احمد صالحی از هرات گزارش می‌دهد. پس از انتشار ویروس کرونا در ایران، باشندگان هرات برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری تدابیر پیشگیرانه گرفتند. ریاست صحت عامه هرات میگوید که به علت رفت آمدهای شهروندان کشور از مرز مشترک ایران و افغانستان، نگرانی ها از انتقال ویروس کرونا به این ولایت وجود دارد. مطلقا به نسبت ازی که رفت آمدهای زیادی بین افغانستان و به خصوص هرات و ایران وجود داره، معمولا میزان انتشار ویروس برای ولایت هرات به مراتب زیادتر میسازه. در همین حال باشندگان هرات هشدار میدهند که اگر تدابیر جدی روی دست گرفته نشوند، این بیماری به این ولایت نیز انتقال خواهد یافت. وزارت صحت عامه، ریاست صحت عامه هرات یک برنامه درست در مرز اسلام قلعه خصوصا در دست بگیره تا کسایی که از مرز اسلام قلعه وارد هرات میشن چک بشن. نگران بیماری هستیم به افغانستان به خاطر اینکه ما دکترای خیلی متخصص پیشرفته نداریم. اولی که اگر مریضی به افغانستان بیاید تا وقت نگرفته کسی خبر نمیشه. مقام های محلی هرات میگویند که تاکنون هیچ رویداد بیماری کرونا در این ولایت ثبت نشده است. امکانات قویش است که از ایران به افغانستان انتقال شود، لیکن ما 30 روز پیش تدابیر در مرز گرفته بودیم. وسایط و وسایلی که لازم بود امرای دکترها در مرز بود و بعد از اینکه در ایران ای واقع دیده شد، ما تدابیر خود 2 برابر زیاد کردیم. انتشار ویروس کرونا در ایران باشندگان هرات را سخت نگران ساخته، چون به گفته آنان روزانه صدها تن میان ایران و افغانستان رفت آمد میکنند. مقام های محلی و مسئولان صحت عامه هرات با اینکه از تدابیر جدی برای جلوگیری از وارد شدن افرادی که دچار به کرونا هستند خبر میدن، اما تاکید میکنند که تا هنوز امکانات و وسایل برای تشخیص بیماری کرونا در هرات وجود ندارد. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات. عبدالرب رسول سیاف میگوید که به زودی یک اجماع سیاسی برای صلح ایجاد خواهد شد. آقای سیاف ایجاد این اجماع سیاسی را در کشور ناممکن نمیداند و میافزاید که مرحله مهم گفتگوهای صلح افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان آغاز خواهد شد. از سوی دیگر آقای سیاف و حامد کرزی امروز با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدار کردند. ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که در این دیدارها روی تحولات انتخاباتی و نیز روند گفتگوهای صلح صحبت شده است. مسعود انصار گزارش می‌دهد. نبود اجماع سیاسی میان ارگ و شماری از سیاستگران کشور و نیز افزایش اختلاف‌های سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سبب شدند تا عبدالرب رسول سیاف برای حل این اختلاف‌ها دست به کار شود. سیاسی اجماع دوباره ناشونه کار نده. تاسی با گوره چه دیر لگ وقت که بده سیاسی اجماع را منزده شی. او دا سیاوهای اطبه جی خبرو تا چاغه در طول افغانستان نمایندگی بکی. آقای سیاف همراه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین صبح امروز با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه درباره اوضاع کنونی کشور و به ویژه روند سال گفتگو کرد. همکاری های صلح بود و مسائل دیگه هم سیاسی کشور صحبت شد. در این میان شماری از چهره های دیگر سیاسی در حالی که اوضاع کشور را پیچیده می گویند پا در میانی آقای سیاف را برای حل تنش های کنونی میان سیاستگران اثرگذار می دانند. کار از را ما تمجید می کنیم و تایید می کنیم. خدا بخواهد که سیاسیون ما با واقعیت های جامعه ما قانع شوند. از سوی دیگر هیئت اداری مجلس نمایندگان با پخش اعلامیه از تنش‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی می‌کند. رئیس مجلس هشدار می‌دهد که این اختلاف‌ها اثرهای منفی بر روند صلح در کشور خواهد گذاشت.
از سوی هم با افزایش تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی، عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند. شماری از دسته‌های انتخاباتی میگن که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز برای از میان برداشتن تنش‌های برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری میکوشد و با شماری از چهره‌های سیاسی دیدار و گفتگو کرده است، در حالی که رئیس جمهور غنی کمیسیون ویژه را برای مراسم سوگند ریاست جمهوری ایجاد کرده است. ریاست اجرایی نیز برای مراسم سوگند کمیسیون جداگانه را برای مراسم سوگند عبدالله عبدالله همچون رئیس جمهور ایجاد کرده است. انیسه شهید گزارش می‌دهد. زلمه خلیلزاد که در 18 ماه گذشته برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوهای صلح میکوشید، اکنون دسته های انتخاباتی میگویند که آقای خلیلزاد میکوشد تا اختلاف های برخواسته از انتخابات را نیز حل بسازد. پروسه صلح متضرر نشود از این حالت بحرانی، بنان ای تلاش وجود داره، کوشش وجود داره و دسته های خلیلزاد در ای جهت تلاشش کوششش در این جهت است. ما از اقدامات مؤثر و عملی که بتانه روند به حالت عادیش بر بگردانه استفاده میکنیم. آقای خلیلزاد در یک هفته گذشته با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، جنرال دوستم و شمار دیگری از سیاستگران دیدارهایی داشته است. باید کشمکش های درونی که فعلا وجود دارن یا باید یک طرفه شود که یو واحد نظام نی صلح هم معنا نلری، څوک د چا سره کشینی او څنګه کشینی. با این هم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله بر معرفی والیان تازه در ولایت ها و نیز بر آمادگی ها برای برگزاری مراسم سوگند عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزند. تمام آمادگی ها برای مراسم تألیف زیر نظر است و کار عملا آغاز شده، اما ریاست جمهوری در برابر آمادگی های عبدالله عبدالله برای برگزاری مراسم سوگند چنین واکنش نشان می دهد. پروسه انتخابات رسما پایان یافت و مردم افغانستان بر اساس قانون اساسی آقای غنی را به حیث رئیس جمهور منتخب خود تعیین کردند و قرار است که تا چند روز آینده مراسم تألیف برگزار شود و در این مراسم سیاسیون افغانستان، مردم افغانستان اشتراک خواهند داشت. در حالی که از مراسم سوگند اشرف غنی به روز پنجشنبه سخن گفته می شود، اما عبدالله عبدالله خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری می داند و تاکید دارد که حکومت همشمول را ایجاد خواهد کرد. در همین حال رحمت الله نبیل تشکیل حکومت مصالحه ملی را راه بیرون رفت از بحران کنونی در کشور می داند. آقای نبیل در مقاله‌ای که به طلوع نیوز فرستاده است می نویسد که بیرون آمدن از بحران کنونی گرچه روز بر روز سخت‌تر می شود اما ناممکن نیست. نبیل می افزاید که در یک هفته گذشته که قرار بود خشونت‌ها کاهش یابند، اما به گفته او متاسفانه مشکلات ناشی از نتیجه اعلام انتخابات مردمان کشور را بیش از هر زمان دیگری در سراسر کشور نگران کرد و علت مشکلات کنونی را قدرت طلبی و عاقبت نیندیشی سران حکومت وحدت ملی می داند. و در بخش دیگری از مقالهش می نویسد که بیرون آمدن از این بحران گرچه روز بر روز سخت‌تر می شود اما ناممکن نیست، به شرط آن که رهبران از منافع زودگذر فردی بگذرند. رئیس دانشگاه آمریکایی افغانستان کاهش خشونت‌ها را در افغانستان امیدوار کننده می‌داند. دیوید ستنی می‌گوید که انتظار دارد تا این روند منجر به آتش بس فراگیر و پایان خونریزی در افغانستان شود. در همین حال یک مسجد در دانشگاه آمریکایی افغانستان برای نمازگزاران گشایش یافت. خالد نگزاد گزارش می‌دهد. کار ساخت این مسجد پس از چندین ماه در دانشگاه آمریکایی افغانستان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. د ډونرانو نمونه اورو خو اکثر ډونران مو خارجان او بهرنیان وي چې موږ سره کومک کوي. نن اول وار دی چې له یوې جملې مې ډیر خوند واخیست او هغه دا و چې مشر ډیوډ سډنی راته وویل چې زموږ ډونر ناصری صاحب افغان ده. همدغه محصلین چې دلته دي که نن چې په راتلونکي د افغانستان دا قدرت دوی په لاس کې ونیسي او د افغانستان د دوی په لاسو جوړ شي تر څو پورې چې افغان دا وطن جوړ نه کړي بل څوک یې نه جوړوي. هغه کوم افغانان چې زموږ په بهر کې اوسیږي هغه فکر نه کوم چې دونه ګټور واقع شي افغانستان.
در همین حال رئیس دانشگاه آمریکایی افغانستان کاهش خشونت ها را از سوی طالبان امیدوار کننده می داند و می گوید که انتظار دارد تا این روند منجر به تأمین صلح واقعی در کشور شود. خبرهای اخیر درباره پیشرفت‌های به میان آمده درباره کاهش خشونت برای همه امید را به سوی آتش بس نشان می‌دهد و ما امیدوار هستیم که هیچ افغان از سوی افغان دیگر کشته نشود. بر بنیاد توافق آمریکا با طالبان قرار است توافقنامه صلح پس از پایان هفته کاهش خشونت‌ها در دهم ماه هود در دوحه به امضا برسد. تا لحظات دیگر، معرفی مصطفی محسنی همچون سرپرست ولایت بغلان از سوی هواداران عبدالله به ادامه خبر ده خوش آمدید. نظامیان و سربازان که بخشی از عمرهایشان را در نبردها با طالبان سپری کردند از عملی شدن کاهش خشونتها در کشور استقبال میکنند. فیروز یکی از سربازان مرزی که سرگرم تامین امنیت هلمندیان است میگوید که چهار عضو خانوادهش به شمول پدر و برادرش که نظامی بودند در نبرد با طالبان جان باختند. وی میگوید که با این همه از عملی شدن کاهش خشونتها در کشور استقبال میکند و خواهان صلح همیشگی در کشور است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت هلمند در سومین روز کاهش خشونتها به جاده ها برآمدند و صدای آتش بس را بلند می کنند. گزارش از عبدالله حمیم. فیروز یکی از سربازان مرزی و باشنده ولسوالی نادلی ولایت هلمند است. فیروز 10 سال عمرش را در دفاع از کشور سپری کرده است و می گوید که او در خانواده نظامی زاده شده است. فیروز می گوید که پدر، برادر و دو مامایش که نظامی بودند در نبرد با طالبان جانهایشان را از دست دادند. پلار یا ورور د خناچین ولسوالۍ کې خپل د وظیفه باندې بوخت و د مین ښکار وګرځېدل، دواړه په شهادت ورسېدل. دوه ماماګان مې هم دلې زموږ سره په دغه نظامي وظیفه کې وه، هم د دښمن د جنګ په تروزي جنګ کې له منځه ولاړه په شهیدان سول. فیروز میگوید با این همه قربانی ها وی از کاهش خشونت ها در کشور استقبال میکند و خواهان صلح همیشگی در کشور است. ولا ستړي ټول نظامي ځواکونه کدوی دي کموږ یو ستړي دي تلپاتې سوله چې افغانستان ته راسي دا خو بیخي غټ ارمان دي د افغانانو. جاده های هلمند حتی شبانه از بهر عملی شدن کاهش خشونت ها از سوی گروه های درگیر گواه رقص و پایکوبی است. راسي په یوه اواز د نړیوالو څه وغواړو چې نور موږ سوله غواړو، نور د درد طاقت نه لرو، د ژړا طاقت نه لرو، د بخار طاقت نه لرو، د درد طاقت نه لرو، نور په ټول یوه اواز وای سوله غواړو. طالب وروره، عسکر وروره، که موږ رښتیا ستا ولس یو او ته دا ولس کاله تاسې یو د بله سره زموږ په خاطر سره جنګېدلی یاست او د اسلام او د وطن غم رشتیا ستاسو سره یي. نن مو تاوتریخوالی راکم کوئ، زموږ هیله دا ده چې سبا سوله سره وکئ. هلمندیان میگویند که شهروندان کشور از نبردها خسته شدند و صلح همیشگی میخواهند. دا څلوېښت کاله موږ په غمو کې تېر کړلی، موږ باید سره یو سو، اتفاق وکړو، یووالی وکړو، نور د دې سولې ملاتړ وکړو. موږ پر دواړو جانب غږ کوو چې موږ دایمي اوربند غواړو. په دواړو ډلو باندې غږ کوو چې تاسې عزیزانو خپل په مابین کې بین الافغاني خبرې سره وکړئ، دایمي سوله وکړئ، چې هر وخت موږ افغانان په سوله کې ژوند وکړو، هیڅکله به د دښمن محتاج نه یو. هلمندیان از گروه های درگیر می خواهند که از بهر قوت بخشیدن روند گفتگوهای صلح و نیز آغاز گفتگوها میان افغانان آتش بس را اعلام بکنند. پس از تنش های سه روزه میان هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و نیروهای امنیتی، عصر امروز هواداران عبدالله توانستند که جنرال مصطفی محسنی را همچون سرپرست ولایت بغلان معرفی کنند. تا
تظاهر کنندگان خشمگین با داخل شدن به ساختمان ولایت بغلان، جنرال محسنی را همچون سرپرست ولایت بغلان معرفی کردند. ساختمان ولایت بغلان در 3 روز گذشته زیر اداره نیروهای امنیتی بود و به کس اجازه داخل شدن به این ساختمان نمیدادند. در همین حال در یک اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هشدار داده شده است که حمله بر تاسیسات دولتی، غصب و تخریب آن و نیز مانع ایجاد کردن در روند امور کار نهادهای دولتی خیانت ملی و جرم پنداشته می شود. تا لحظات دیگر، نگرانی ها از فعالیت شماری از شرکت های بازاریابی شبکه‌ای در ولایت هرات. باز هم خوش آمدید. با وجود عملی شدن صدها پروژه توسعه‌ای در روستاهای کشور، هنوز هم ناداری، بیکاری و نبود دسترسی به آب و برق در روستاها بیشتر است. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که این وزارت تنها در سال گذشته مالی بیش از 5200 پروژه توسعه‌ای را در روستاها عملی ساخته است. از سوی هم وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که برای بهتر شدن وضع اقتصادی روستانشینان به زمان بیشتر نیاز است. گزارشی از روح الله آرمان. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات در یک نشست خبری میگویند که در سال گذشته توانستند که زمینه‌های عملی‌سازی بیش از 5200 پروژه توسعه‌ای را در بخش‌های تولید برق، آبرسانی، حمل و نقل، آموزش و پرورش و بهبود وضع اقتصادی روستاها فراهم سازند. این فعالیت است که انجام میشه و این زمینه است که حکومت افغانستان برای مردم خود مهیا می‌سازد. اما این را باید فراموش هم نکنیم که 40 سال نمیتونیم در 2 سال آباد بسازیم. اما بر بنیاد بررسی های تازه‌ای که از چگونگی زندگی مردم در سراسر کشور پخش شدند، هنوز بیکاری، ناداری و نبود مسئولیت غذایی در روستاها در مقایسه با شهرهای بزرگ کشور بیشتر است. نظام الدین که باشنده اصلی سمنگان است، علت آمدنش را به کابل نبود کار در سمنگان میگوید. آخ کارت فروشی میکنم. با شکر از چیزی که نصیب باشه میرسه. نه اونجا کاربار نیست دیگه، اینجا آمدیم دیگه در پایتخت. اونجا کار نیست دیگه، تو کار نیست که کس چیز بود. اینجا خوبم فرد مثال اگه کاربار شای خد در میه. از سوی هم وزارت احیا و انکشاف دهات در سال روان مالی عملی سازی بیش از 6000 پروژه توسعه‌ای را در بخش‌های تولید برق، آبرسانی و تقویت اقتصاد روستانشینان به ارزش بیش از 25 میلیارد افغانی در برنامه دارد. فعالیت شماری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ولایت هرات نگرانی‌های باشندگان این ولایت را برانگیخته است. باشندگان هرات می‌گویند این شرکت‌ها با وعده‌های چون افزایش درآمد در مدت کم، پول‌های هنگفته را از مردم می‌گیرند و سپس ناپدید می‌شوند. آنان از حکومت می‌خواهند تا جلو کار این شرکت‌های کلاهبردار را بگیرد. تا لحظات دیگر، نگرانی‌های جهانی درباره ویروس کرونا. باز هم خوش آمدید. با گسترش ویروس کرونا به چندین کشور دیگر و افزایش شمار قربانیان این ویروس، نگرانی های جهانی در این باره بیشتر شدند. از مرگ 12 تن در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس در ایران خبر داده شده است. همزمان با این، کویت و بحرین به ترتیب مبتلا شدن 31 تن از شهروندانشان را به این ویروس تایید کردند. شمار قربانیان کرونا در چین نیز افزایش یافته است. کوریای جنوبی و ایتالیا هم از افزایش جهشی شمار مبتلایان و بیماری کووید 19 در این کشورها خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر رسمیش به هند رفت. دونالد ترامپ در شهر
احمد آباد به استقبال گسترده نرندرا مودی نخست وزیر هند و هزاران تن از مردم هند روبرو شد. هند برای میزبانی از دونالد ترامپ و همسرش 14 میلیون دلار هزینه کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که آمریکا جنگ افزارهای سنگین نظامی به هند میفروشد. رئیس جمهور آمریکا دو کشور را در کار مبارزه با هراس افغانی در یک ردیف جا میدهد و میگوید که آمریکا برای مبارزه با هراس افغانی با پاکستان نیز کار کرده است. اکنون می توانید نشرات تولو نیوز را به گونه زنده از وبسایت و اپ دریا در دریا.net ببینید. سپاسگزار همراهیتان با خبر دادر. نگاه دوباره به سرخط خبرها در تولو نیوز. ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان. همزمان با ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، در ولایت هرات حالت فوق‌العاده اعلام شد. تأکید بر حل تنش‌های سیاسی در افغانستان با افزایش تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی. عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند. خواست رحمت الله نبیل برای تشکیل حکومت مصالحه ملی. رحمت الله نبیل میگوید که برای بیرون رفت از بحران کنونی در کشور نیاز است تا حکومت مصالحه ملی تشکیل شود. و نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ به هند. رئیس جمهور آمریکا از بررسی احتمال امضای یک توافقنامه صلح با طالبان خبر می‌دهد. دونالد ترامپ می‌گوید که دیده شود مرحله کاهش خشونت‌ها چگونه سپری خواهد شد. او می‌افزاید که اگر مرحله کاهش خشونت‌ها موفقانه سپری شود، وی حاضر است نامش را در توافقنامه صلح با طالبان جا بدهد. در همین حال، جو بایدن، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه حضور هزاران سرباز آمریکایی را در افغانستان از بهر جلوگیری از حمله های داعش و شبکه القاعده بر آمریکا یک نیاز می‌داند. شریف امیری گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روند کاهش خشونت‌ها را یک فرصت و یک آزمون می‌داند و به این باور است که اگر طالبان از این مرحله به گونه پیروزمندانه گذار کنند، راه برای امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان گشوده خواهد شد. فرض کنید که این کار یعنی کاهش خشونت در آینده در کمتر از یک هفته انجام می شود. من نام خودم را در این توافقنامه جا می دهم. بله، وقت آن است که سربازان آمریکایی به خانه بیایند و می دانید آنان مدت هاست که می جنگند. در همین حال جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، در گفتگو با تلویزیون CBS میگوید که پیش از وقت است تا گفته شود که آیا توافق با طالبان خوب است یا بد. من فکر میکنم که برای این در افغانستان باید سرباز داشته باشیم تا اطمینان به دست آید که ایجاد دوباره جای پای داعش و القاعده در آنجا ناممکن شده است و از افغانستان بر امریکا حمله نمیتوانند. این نیاز به حضور بسیار کوچکتر نظامی دارد. پس این پیش از وقت خواهد بود که گفته شود آیا توافق با طالبان خوب است یا نه. از سوی هم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان چنین دیدگاهی دارد. ما قصد نداریم که شمار سربازانمان را به سطح پایین‌تر از آنچه که برای حفاظت از منافع آمریکا و شریکان ما در افغانستان نیاز است کاهش دهیم. اگر طرح کاهش خشونت‌ها به گونه درست عملی شود، تا 5 روز دیگر توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی کوشیدند تا تمامی اسلحه‌های کاهش خشونت‌ها را در سراسر کشور عملی سازند. معاون ستاد ارتش در مراسم فراغت 1500 تن از افسران و سربازان مرکز آموزش‌های نظامی میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بی‌طرف هستند. گزارشی از فریبا آرام. همه با یک صدا سرود حماسی را زمزمه می کنند و برای فرستاده شدن به خط نخست نبرد آمادگی می گیرند.
این سربازان پس از سپری کردن دوره 3 ماهه آموزش‌های نظامی در مرکز تعلیمات نظامی، گواهی‌نامه‌های فراغتشان را به دست می‌آورند. این سربازان می‌گویند که تا آخرین قطره خون در بدنشان از کشورشان دفاع می‌کنند. بیایید از جنگ چیزی جور نمیشه، بیایید از وطن خود تا از خاک خود دفاع کنیم و دشمنا را از بین ببریم و کلگی ما با هم یک دستیم و یک واحد شویم. خودم هدفم است که باید رتبه جنرالی را به دست بیارم و هدف دومم خدمت به ملتم، خدمت بر وطنم و خدمت به خاکم است. معاون ستاد ارتش که در این مراسم سخنرانی میکرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متحد هستند که تمامی موادهای کاهش خشونت را در سراسر کشور عملی سازند. با موادات هفته کاهش خشونت کاملا متحد هستیم، مراعات میکنیم. بازم میگم قدم به طرف صلح است که یکی از آرزوهای ما هست. این سربازان و افسران از بهره تامین امنیت بخش‌های ناامن به این بخش‌ها فرستاده می‌شوند. تعلیمات تکتیک، انداخت، صحیه، مخابره، سوادآموزی در سطح تعدادی تعلیمات کسب کردین. دوستان محترمی، به این معنا نیست که تعلیمات ختم شد. تعلیم و تربیت یک پروسه ممتد، پیچیده، هدفمند است. ما با کمیت 1517 تن خوشبختانه امروز به صفوف اردوی افغانستان به خط نبرد میفرستیم یا تقسیماتشان به قلوردوهای ساوی نظر به لزوم دید مقام محترم وزارت دفاع و از طرد رسیز قوای مسلح تقسیمات شدند و امروز قرار است که یا به جستاماشان انتقال پیدا بکنند. این سربازان در حالی از مرکز تعلیمات نظامی گواهی‌نامه‌هایشان را به دست می‌آورند که از 3 روز بدین سو کاهش خشونت‌ها در کشور از سوی گروه‌های درگیر عملی شده است. از سوی هم در سومین روز کاهش خشونت‌ها افغانستان گواه 3 رویداد ضد امنیت در ولایت‌های بلخ، هلمند و سمنگان بوده است. از این میان مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند که در حمله دیشب طالبان در روستای رات ولسوالی چارکنت این ولایت 4 تن از نیروهای خیزش مردمی و 3 غیر نظامی به شمول 1 زن جان باختند و 2 تن از نیروهای خیزش مردمی را طالبان با خودشان بردند، اما طالبان این ادعا را نپذیرفتند. شریف امیری گزارش می‌دهد. جاده های هلمند به جای جنگ و گلوله باری چنین چهره ای به خود گرفتند. نور مش سوال غواړو، نور د در طاقت نه لرو، د شړا طاقت نه لرو، د بخار طاقت نه لرو، د دست طاقت نه لرو، نور پټول واواز وای سوال غواړو. اما از آغاز عملی شدن طرح کاهش خشونت ها تا اکنون ولایت های هلمند، کندهار، اروزگان، بلخ، کاپیسا و سمنگان گواهی رویدادهای ضد امنیت بودند. مدهشترین حمله در ولایت هلمند بوده که او هم ماین کنار جاده بوده که انفجار کرده که در نتیجه از او به تعداد 3 تن از خانم‌ها زخم برداشته. فیروز که یکی از سربازان مرزی در ولایت هلمند است، بی جنگ افزار در بیرون از پاسگاهش گام می‌گذارد. سربازی که پدر، برادر و 2 ماماش که نظامی بودند در جنگ با طالبان جان باختند. ولا استری ټول نظامی زواکونه کدوی دی کموجی استری دی. اکنون پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از 7 روز کاهش خشونت ها متوقف خواهد شد؟ کدای چې په توافق نامه کې د ذکر وی چې تر بین الافغانی مذاکرات پوری دی هم د افغانستان په باندې د نرمی د عملیاتو یا بل څه مراد سي. حکومت افغانستان به گونه مشترک با ماموریت پشتیبانی قاطع راهکار نظارت را از چگونگی عملی شدن طرح کاهش خشونت ها در کشور به پیش می برند. فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است که به سادگی می توانند سطح خشونت ها را در افغانستان شناسایی کنند. رئیس و شماری از اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اشرف غنی پشتیبانی کردند. رئیس این شورا از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهد که نتایج اعلام شده را بپذیرند و دست از ویرانکاری بردارند.
از سوی دیگر عبدالهادی ارغندیوال و انجینیر محمد خان از اعضای حزب اسلامی در نشست دیگری از دست‌های انتخاباتی دیگر می‌خواهند که برای ثبات کشور نتایج اعلام شده را بپذیرند و هر انتخابات از خود برنده و بازنده دارد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. با قبول خطر به پای صندوق‌های رای استادگی شماری از دسته‌های انتخاباتی به ویژه دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در برابر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های را برانگیخته است. اینجا شماری از اعضای انسجام جمعیت اسلامی میگویند که اوضاع کشور دشوار است و دسته‌های انتخاباتی بازنده در انتخابات نباید در برابر نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت کنند. تقاضای ما از حکومت مشروع کنونی این است که با نادیده گرفتن مخالفت های تعدادی از رقبای انتخاباتی زمینه استفاده از استعدادهای متخصصین را در تشکیل کابینه حکومت در نظر گرفته دسته های انتخاباتی حق اعتراض مدنی را دارند، ولی در اخلال و بی‌نظمی در کشور نباید نقش داشته باشند. اما در گوشه دیگر کابل اعضای حزب اسلامی بر ریاست عبدالهادی ارغندیوال از روز 23 ماه اوت 1358 روز قیام مردم کابل در برابر حکومت وقت گرامی داشت کردند. در این نشست درباره تحولات اخیر به ویژه درباره انتخابات سال گفتگو شد. یوازی او یوازی دا اختلافات دخل شخصی گتی دپاره دوی غواری او په افغانستان کې دغه تلمن وهی، د اختلافاتو تلمن وهی. د انتخاباتو د ګټلو مفهوم دا نه ده چې په دې ملک کې هر څه وغواړي، هر څه مقرر کړي، هر څوک مقرر کړي، نو دا به قانوني شکل لري. سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، اما شماری از دسته های انتخاباتی نتایج این اعلام را نادرست گفتند و از این میان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آقای عبدالله را برنده انتخابات دانستند و از ایجاد حکومت همشمول به رهبری آقای عبدالله سخن زدند. شماری از زنان از آنچه که نقش ناروشن زنان در روند صلح میگویند نگران هستند. آنان در نشست در کابل میگویند که تا کنون بیش از 10 نشست بزرگ در پیوند با صلح افغانستان برگزار شدند، اما نقش زنان در این نشست ها بسیار کم رنگ بوده است. گزارشی از فریبا سادات. شمار از زنان اینجا در یک نشست که از سوی کمیته دادخواهی برای زنان در کابل برگزار شده است، از روشن نبودن نقششان در روند صلح ابراز نگرانی کردند. بیش از 10 در مذاکرات تا حال بین آمریکا و طالبان صورت گرفتن، ولی تا حال در هیچ دور جزئیات مذاکرات شریک ساخته نشدن. مثلا این طبیعی است که در هر دور بالای حقوق زنها و دستاوردهای زنها بحث شده، ولی هیچگاهی امی شریک ساخته نشد با مردم افغانستان، با زنهای افغانستان. هنوز هم خانم ها نگرانی دارن از حضور خود، از نقش خود و از مؤثریت خود و از مدیریت خود در خود پروسه سال. در این نشست در برابر اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری نیز موضع گیری می شود. ما تقاضامند از این هستیم که اگر زنان نماینده خود در کمیته مذاکره کننده یا در گروه مذاکره کننده داره، زن باشه که افغانستان را بشناسه، جنگ و صلح افغانستان را شناسایی کرده باشه، انتخابات افغانستان آسیب شناسی کرده باشه و بتونه به حیث یک فرد بسیار موثر در اونجا از زنان افغانستان نمایندگی. انجام تقلب های گسترده در روند انتخابات توسط برگزار کننده های انتخابات و نقض بی‌طرفی و عملکرد غیر شفاف و خلاف قانون این نهادها سبب بی‌اعتمادی رای دهندگان و نامزدان به نتایج کار کمیسیون های انتخاباتی شد. زنان افغان از جامعه مدنی و سیاسون که در روند گفتگوهای صلح نقش دارند میخواهند که حضور زنان را در روند گفتگوهای صلح نادیدن نگیرند، تا به گفته آنان دستاوردهای نزدیک به 2 دهه گذشته زنان با خطر روبرو نگردند. شماری از بازنشستگان برای ثبت اطلاعات بایومتریک شب هنگام در پشت ریاست خزینه تقاعد صف می‌بندند تا فردا نوبتشان برسد. این بازنشستگان که در میانشان جنرالان ارتش نیز هستند، کارکرد ریاست خزینه تقاعد را برای پرداخت تنخواهشان شرم‌آور می‌دانند و می‌گویند که آنان برای گرفتن حقوقشان آمدند، اما از سوی کارمندان این ریاست تحقیر می شوند. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد.
این عکس ها که از سوی یکی از باشندگان کابل فرستاده شدند نشان می دهند که بازنشستگان برای ثبت اطلاعات بایومتریک پس از نیمه شب در پشت ریاست خزینه تقاعد صف بستند، در حالی که کارمندان این ریاست ساعت 8 صبح به کار می روند. اینا در هتل ها در سماوار ها جاگزین هستند، اینا مصرف اضافه خرچی را ندارند. بابا خان پس از 20 سال خدمت در تصدی خانه سازی ناگزیر است که هر روز به در خزینه تقاعد بیاید. امونه که خیر اونم ادما کار کردیم در افتا و اون او فامریکه کار کردیم. گروه از جنرالان وزارت دفاع نیز در اینجا گرد آمدند. آنان میگویند که در 29 سال نخستین بار است که با چنین برخوردی روبرو شدند. ما را باید تقدیر میکردن. شما برین در کشورهای دیگه ببینید بازنشسته ها چقدر تقدیر میشن، قابل قدر هستن، ولی متاسف است. متاسف هستم. شما چه فکر میکنید از این خدمتی که با وطن کردین برای این روز؟ اشتباه کردیم. دو روز گذشته ازدحام بود خزینه تقاعد، چون شاید اطلاع رسانی به متقاعدین به مواجه اصلاش نشده بود. این در حال است که روز پیش میرویس بابک فرمانده نیروهای محافظ گمرک های وزارت مالیه هنگام تهیه گزارش طلوع نیوز از این نابسامانی ها خبرنگاران طلوع نیوز را توهین کرد و تصویرهای ثبت شده از بازنشستگان را نابود ساخت. منابع به طلوع نیوز میگویند که قرار است وزارت مالیه به 3 اداره جداگانه تقسیم شود. این منابع میگویند که بر بنیاد یک طرح رئیس جمهور وزارت مالیه به اداره عواید و گمرک ها، خزانه داری و اداره مالی کشور تقسیم خواهد شد. وزارت مالیه میپذیرد که رئیس جمهور برای آوردن یک تغییر ساختاری در وزارت مالیه با شماری از نهادها و مردم نیز صحبت کرده است. باز هم ذبیح الله جهان مل گزارش میدهد. منابع به طلوع نیوز میگویند که رئیس جمهور برای تقسیم کردن وزارت مالیه به اداره های عواید و گمرک ها، خزانه داری و اداره مالی برنامه ریزی کرده است. برنامه از طرف رئیس جمهور وجود داره، اما ای که این وزارت از لحاظ ساختاری به کدام تغییرات میره هنوز در اون مورد برنامه دقیق ساخته نشده. وزارت مالیه در حال حاضر 4 معینیت دارد که به شمول معینیت عواید و گمرک ها، معینیت پالیسی، معینیت مالی و معینیت اداری هستند. قرار طرح تقسیمات این معینیت ها، معینیت پالیسی احتمال دارد که به وزارت امور خارجه انتقال یابد. اگر در افغانستان تقسیم کردن وزارت مالیه به 3 بخش دیگه به خاطر تخصصی تر شدن مدیریت امور مالی و پولی باشه، میتونه که مفید واقع شود. پس از اوج انتقادها درباره وجود فساد در بخش های از وزارت مالیه به ویژه گمرک های کشور، اکنون نگرانی های پدید آمدند که شاید در رأس این اداره ها نیز افراد کاردان به کار گماشته نشوند. آیا حکومت چه تصمیم دارد؟ تصمیم داده چی؟ دا اواید او گمرکاتو لپاره مشخصه اداره جوړه کی، او کبیا هم دا اواید ملی اداره بیلوی او د کسٹم ډپارټمنټ یا مثلا د گمرکاتو لپاره یو بیل اداره جوړه سی. پیش از این در یک اقدام همانند وزارت انرژی و آب به 2 اداره تنظیم انرژی و اداره تنظیم آب تقسیم شده است. تولید برق در بند ماهی پر در مقایسه با 2 ماه پیش 2 برابر شده است. شرکت برشنا میگوید که همزمان با افزایش آب در دریاهای کشور، تولید برق در دیگر منابع آبی نیز افزایش یافتند. سخنگوی این شرکت میافزاید که تلاش دارند برای جلوگیری از کاهش آب در بندهای کشور برنامه های لازم را عملی سازند. حیدر شاه امید گزارش میدهد. شرکت برشنا میگوید که تولید برق در بند ماهی پر به 48 مگاوات رسیده است، در حالی که 2 ماه پیش در حدود 24 مگاوات برق در این بند تولید میشد. سخنگوی این شرکت میافزاید که این بند ظرفیت تولید بیش از 60 مگاوات برق را دارد و انتظار میرود با گرم شدن هوا و آب شدن برف ها از ظرفیت این بند به گونه کامل کار گرفته شود. مدیریت خوب آب تاثیرات مثبت بالای تولید انرژی داشت. ما در حدود بیشتر از 2 ماه ما در حدود 24 مگاوات حداقل از ماهی پر ما تولید داشتیم، در حالی که نظر به سالهای گذشته ما دو موسمیان 2 ماه قبل ما از ماهی پر تولید آب نداشتیم.
از سوی دیگر در حال حاضر 56 مگاوات برق در بند نقلو نیز تولید می شود. شرکت برشنا می گوید که برای ذخیره نمودن آب دستگاه تولید برق نقلو تنها از طرف شب فعال می باشد. یکی از آگاهان امور اقتصادی می گوید که هنوز هم بخش زیاد از آبهای کشور مدیریت نشدند و نیاز است که حکومت با عملی سازی پروژه های گوناگون برق کافی برای شهروندان کشور و نیز آب کافی برای کشت تامین کند. پروژه های کوچک باید تطبیق شود، پروژه های متوسط باید تطبیق شود و فوکس بسیار بزرگ اساسی سر بندهای آبگردان بزرگ افغانستان باشد. 63 میلیون متر مکعب آب در افغانستان جاری است. فکر میکنم این بزرگترین سرمایه آبی افغانستان است. افزون بر بندهای نقلو و ماهی پر، بند سروبی یکی دیگر از منابع آبی تولید برق برای پایتخت است. شرکت برشنا میگوید که این بند ظرفیت تولید 22 مگاوات برق را دارد و در حال حاضر از ظرفیت این بند به گونه کامل استفاده می شود. ادامه خبرها را پس از وقفه ببینید. و در پایان بیننده خبرهای ورزشی باشید. شبتان بخیر. فدراسیون فوتبال کشور از بهر بازسازی جمنازیوم فوتسال این فدراسیون رقابت‌های چهار جانبه فوتسال را با شرکت چهار تیم از چهار زون کابل برای انداخته است. این چهار تیم به مدت دو روز برای به دست آوردن جایگاه نخست با هم رقابت میکنند. حادثه که صورت گرفته بود تقریبا 6 ماه پیش انتحاری که در دان دروازه فدراسیون فوتبال افغانستان بود یک صدمه زیاد را برای جمنازیوم فوتسال ما رساند که ما بعد از بازسازی از این که دیگر ساحات ما زیر کار است کمیته فوتسال ما دوباره بازسازی شد و یک تعداد مسابقات و تورنامنت های ما به تعویق افتاده بود. در همین حال با بازسازی این جمنازیوم ورزشی سرمربی تیم ملی فوتسال کشور از برگزاری رقابت‌های بیشتر فوتسال در روزهای نزدیک خبر می‌دهد. جمنازیوم تمرین تیم‌های ملی ما هست و جمنازیومی که ما لیگ برتر فوتسال کابل، لیگ‌های الف، بانوان، آقایان، لیگ‌های زیر سن خود را و همچنین لیگ‌های کشوری خود را در این جمنازیوم برگزار می‌کنیم. خوشحال شده جمنازیوم برتر اورغول شو. مون ډیر مشکلات کې ولیدم مخکې شخصي جمنازیمو کې هلته پیسې ورکول نه شو تلله دلته بیرته خوشحاله شو دلته لوبې وکړو او تمرینو ته راشو. نزدیک به 8 ماه پیش بخشهای از فدراسیون فوتبال کشور در اثر حمله انتحاری که در نزدیک این فدراسیون صورت گرفت به گونه جدید تخریب شده بودند. در حالی که تنها چند ثانیه از آغاز بازی گذشته بود، اورتون از جناح راست زمین صاحب یک ضربی آزاد شد و توپ ارسالی بازیکنان اورتون بعد از یک کش و قوس درون محوطه جریمه جلب پای کارلوت لوین قرار گرفت و او نیز با یک ضربی تمام کننده دروازه برناردو لنو را باز کرد. بعد از گل اورتون شاگردان مایکل آرتتا بازی را در دست گرفتند، موضوعی که باعث شد آنها در دقیقه 27 به گل تساوی دست پیدا کند. آن کتنا روی ارسال عالی ساکا گل اول آرسنال را به ثمر رساند تا کار به تساوی کشیده شود. لحظات بعد و در دقیقه 33 پر امریک کوبامیانگ روی پاس استثنایی داوید لیوز با جردن پکفورد تک به تک شد و با یک بغل پای عالی گل دوم توپچی ها را به ثمر رساند. در ادامه نیز آرسنال توپ و میدان را در اختیار داشت و با پاس کاری های متعدد باز هم چشم نوازی را رعایت داد. با این وجود این اورتون بود که در لحظات پایانی نیمه اول بعد از ارسال کارنر و در محوطه جریمه توسط ریچاردسون به گل تساوی دست داد. گل که اشتباه برنارد لینو نیز در آن بی تاثیر نبود. همچنان بازی در نیمه اول با همان نتیجه تساوی دودو خاتمه یافت. نیمه دوم نیز بسیار جذاب آغاز شد و آرسنال در همان ثانیه های آغازین موفق شد یک بار دیگر توسط پر امریک اوبامیانگ به گل برتری دست پیدا کند. ستاری گابنی روی سانتر خوب نیکولاس پیپی و با یک ضربه سر دقیق گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا بازی با همان نتیجه 3-2 به سود شاگردان مایکل آرتتا به پایان برسد. منچستر یونایتد از همان ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار گرفت و حتی در مقاطعی مالکیت 79% را به ثبت رساند، اما دفاع فشردی واتفورد مانعی از خلق موقعیت برای
شیاطین سرخ شد. اتفاق مهم نیمی اول در دقیقه 40 بازی رخ داد و خرید جدید منچستر یونایتد فرناندز پرتغالی بعد از عبور از صد دروازه‌بان با خطای او متوقف شد و داور نیز نقطه پنالتی را نشان داد. فرناندز خودش پشت توپ ایستاد و با یک ضربه خوب و در خلاف جهت دروازه‌بان گل اول شیاطین سرخ را به ثمر رساند تا دو تیم با همان نتیجه 1-0 به سود منچستر یونایتد برخت کن برود. در نیمه دوم واتفورد کار را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 52 یک کارنر توسط ترویدینی به گل تساوی دست یافت، اما داور بعد از مراجعه به ویدیو چک آن را مردود اعلام کرد. چند لحظه بعد از گل مردود اعلام شده واتفورد، یونایتد در دقیقه 58 به گل دوم خود دست یافت. آنتونو مارسیال روی پاس فوق‌العاده دنیل جیمز با دروازه واتفورد تک به تک شد، اما توپ او در ابتدا توسط بنفاستر دفع شد در برگشت، اما مارسیال دوباره توپ را در اختیار گرفت و با یک حرکت استثنایی و تکنیکی از زاویه بسته گل دوم تیمش را به ثمر رساند. این پایان کار نبود و در دقیقه 75 باز هم شیاطین سرخ بودند که این بار توسط میوسن گرن به گل سوم دست یافت. این ستاره جوان روی پاس خوب برناندو فرناندس با یک ضربه دقیق گل سوم یونایتد را به ثمر رساند تا این مسابقه با همان نتیجه 3-0 خاتمه پیدا کند و منچستر یونایتد با 41 امتیاز به رتبه پنجم جدول صعود کند.